علی ربیعی سخنگوی دولت وقوع خرابکاری در یکی از ساختمان های سازمان انرژی اتمی کرج را تایید کرد اما مدعی شد که این خرابکاری منجر به آسیب قابل توجه انسانی و تجهیزاتی نشده است دوم تیرما خبرگزاری های داخلی از اقدام خرابکارانه علیه یکی از ساختمان های سازمان انرژی اتمی خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیما و خبرگزاری ایسنا آن زمان تاکید کردند که این اقدام با شکست روبرو شد و هیچ گونه خسارات مالی و جانی نیز به دنبال نداشت. این رسانه ها مدعی شدند با توجه به تمهیدات پیش بینی شده در خصوص حفاظت از اماکن متعلق به سازمان انرژی اتمی اقدام بامداد امروز پیش از آن که صدمه ای به ساختمان وارد کند خونسا شد و خرابکاران در پیگیری برنامه خود با شکست روبرو شدند خبرگزاری مهر همان روز در رابطه با این اقدام خرابکارانه به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که قرار بوده با استفاده از یک ریز پرنده یعنی پهواد کوچک به این ساختمان سازمان انرژی اتمی حمله صورت بگیرد. این خبرگزاری در ادامه گزارش کرد این عملیات موفقیت میز نبود و در نهایت ریز پرنده ساقط گردید. حال تقریبا دو هفته بعد از این اتفاق سخنگوی دولت ضمن تایید اصل خبر گفت آسیب مختصری به سقف یکی از سوله ها وارد شده که در حال تعویز آن هستند. این در حالی است که پیشتر سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه گفته بود این بار هم در این تلاش و اقدام دشمنان به هیچ شخص یا سیستمی آسیب وارد نشده و آنها باز هم در دستیابی به اهدافشان ناکام ماندند ربیعی در نشست خبری امروزش مدعی شد که عکس هوایی که در برخی رسانه ها از آسیب وارده به این سایت منتشر شده در واقع تصویری است که بعد از برداشتن صف جهت تعمیر به صورت عکس هوایی گرفتند و تفاصیر انجام گرفته در فضای رسانه ای دقیق نیست از دیگر اما یک روز بعد از انتشار خبر این حمله گفته شد که خرابکاری در یکی از سایت های هسته ایران در بامداد روز چهارشنبه دوم تیر خسارات سنگینی بر جای گذاشته است پیش از ظهر روز دوم تیرماه ماه های ایران از حمله پهپادی به مجموعه داروی برکت زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام که در حال تولید واکسن کرونای ایرانی است خبر داده بودند این خبر ساعتی پس از انتشار از خروجی تمامی خبرگزاری های مختلف داخلی از جمله خبرگزاری های ایلنا و دانشجو حذف شد در آن خبر آمده بود که حمله پهبادی دشمنان ایران به مجموعه داروی برکت زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام مستقر در کردان کرج انجام شده و این حمله ناموفق بوده و گویا نقطه مجاور این مجموعه هدف حمله قرار گرفته که هیچ آسیبی به دنبال نداشته است این اولین حمله به تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران نیست فروردین ماه امسال نیز در تأسیسات غنیسازی اورانیوم در نتنز حادثه ای رخ داد که منجر به قطعی برق آن شد. آن زمان روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو منبع اطلاعاتی گزارش داد. حادثه ای که روز یک شنبه 22 فروردین منجر به قطعی برق در تأسیسات غنیسازی اورانیوم ایران در نتنز شد، یک انفجار بزرگ بود که سیستم برق رسانی این مجموعه را به کلی از کار انداخت. جمهوری اسلامی در واکنش حادثه رخ داده در تأسیسات نتنز را تروریسم هسته‌ای خوانده و تأکید داشت که حق خود را برای اقدام علیه عاملان و آمران و مباشران محفوظ می‌داند. این در حالی است که جمهوری اسلامی تنها یک روز قبل از این حادثه اعلام کرده بود مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نتنز را که تیر ماه سال 99 در جریان یک حادثه تخریب شد دوباره راه اندازی کرده است. 15 تیر ماه سال گذشته نیز حادثه مشابه در نیروگاه اتمی نتنز رخ داده بود. بخش از تأسیسات هسته ایران وامداد دوازده تیر دچار دو حادثه شد که مقام های جمهوری اسلامی درباره علت آن توضیحی ندادند. اما گزارش های از احتمال خرابکاری در آنجا منتشر شده است. به گفته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی این حادثه خسارت قابل توجهی به سوده سایت قنیسازی اورانیوم نتنز وارد کرده است توجیه مسخره قطعی برق توسط آخوند روحانی در حراس از شعارهای مرگ بر ای آخوند شیاد روحانی بعد از شنیدن فریادهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور امروز با وحشت به صحنه آمد و گفت در صورتی که قطع برق به شکل ناگهانی انجام نشود خسارت و نارضایتی کمتری خواهیم داشت روحانی با وقاحت تقصیر را به گردن مردم و طبیعت انداخت و گفت اشکال خوشسالی امسال است البته مصرف برق مردم هم خیلی بالا رفته. برق آبی ما هم تقریبا قطع شده چون صدها آبش در آن حد نیست که برای توربین ها آزاد شود. این اظهارات در حالی است که سپاه پاسداران با استخراج بیت کوین فقط در یک مزرعه بیش از چهار درصد برق ایران را مصرف می کند. جهانگیری میگوید تصمیمی گرفته شده که خاموشی های برق در پخش صنعت اعمال شود امیدواریم در پخش خانگی حداقل خاموشی داده شود یا اصلا برق قطع نشود طبق پیش ها وضع فعلی برق تا اوایل مرداد ادامه دارد اطمینان میدهیم که برق جاهای ضروری و مهم قطع نشده و نخواهد شد و مراکز مجاز استخراج رمز ارز باید فعالیت خود را متوقف کنند وگرنه مجوزشان لغو خواهد شد. مقام قضایی دادستان کل کشور میگوید من واقعا نگران این یک ماه تا تشکیل دولت جدید هستم. دولت روحانی در حال خرابکاری و خالی کردن ذخایر است. به دادستانهای سراسر کشور نوشتم که اینها همه معادن کشور را با عجله به مزایده گذاشتند مانع آن شوید دادستانها شبان روز بیدار باید باشند اوباش را اجیر می کنند و با آنها پول می دهند تا مراکز دولتی را آتش بزنند دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار